درده بیکران بر شما عیزان و خوبان و گلهای عزیز تو خونه خبر خبر آخونده رفته بالای منبر چیه بابا سرم و نبر تو همین برنامه تو حلق و ماهتت شما بچه شیحیان اسنا حشری میکنم دست تبر داستان دست تبر چیه کلانتری یازه بروجرد چه اتفاقی افتاده حالا من درود بفرستم به نیروی انتظامی کلانتری 11 بروجرد دمتون گرم خیلی باحالید آقا چه اتفاقی افتاده چند تا به معروف جلوی کلانتری مزاحم چند تا دختر بیهجاب میشن و اون دخترها اینا رو فشکش میکنن و این آمران به کلانتری میگن آقا شما اقدام میکنن اقدام میکنید کلانتری میگه چشمی یعنی همی اقدام میکنیم این دو سه تا به معروف بردن تو کلانتری 11 بروجرد کتکشون زده <applause> این بچه شیحیان اصلا حشری و کتک زده آمران به معروف و کتک زده آقا من دست اونی که زد دهن اینا رو سرویس کنم اون دست رو میبوسم دم بچه های نیروی انتظامی 11 بورجرد گرم و تیکه از فیلم که اینا رو میبرن داخل و کتک میخورن رو داشته باشه حتی خیلی کوتاه 15 ثانیه بعد بریم توی اخبار آمران به معروف ببینیم چه خبر مزمه دختره شده آقا آقای پلیس این گوش نمیکنه حجاب ندارم. گوش نمیکنه بیا اینجا ببینم چرا گوش نمیکنه خودت بیا بعد میاد بریم تو کلانتری میخوام به هد یه دونه مرغ مینا نشون بدم حرف میزنه واقعا بله بریم بریم میخوام مرغ مینا نشون تو کلانتری میخوام بهش مرغ مینا نشون بدم که حرف بزنه دیگه با تو ما کردن تو ماتت این بچه شیحیان آمر به معروف بذارید ببینیم چه خبر بوده بیا داخل بیا داخل بیا داخل بله خب این 15 ثانیه رو این بیشرف تونسته که این فیلم رو در بیاره و این معموری که ازش فیلم گرفته میتونه این معمور شکایت کنه برای که الان تا از صورت این معمور فیلم گرفته رسانه معاند رودست این صورت رو داره نشون میده آقای معمور این کسی که از شما فیلم گرفته اگر میخوای پیداش کنید در کانال ایتا هست من افتادم به جون شما بچه آمران دهنتون ده سرویس در کانال ایتا اومده داستان رو تعریف کرده و خوراک تعیین درست کرده برای برنامه رودت برنامه روی اصلا برنامه معاندیه کانال ایتای های یا زهرا ویدیو شما را آقای معمور گذاشتن و خوراک تبلیغی دارن به رسانه های معاند ضد انقلاب از جمله امید دانا میگه مقتدر اما مقابل آمران به معروف ضرب و شتم به, به معروف توسط چند نیروی خودسر این انتظامی بورجر عجب اینکه آمر به معروفه با لباس شخصیه این خودسر نیست اون که در خود کلانتری وایستده با لباس رسمی پلیس اون خود سره میگه امروز غروب چند آمر به معروف حین تذکر لسانی به, بی بی لسانی به بی ها با زنی بددهن و حتاک روبرو میشوند که به دلیل نزدیکی محل به کلانتری یازده بروجه دو نفر از آمران به معروف به در به کلانتری مراجعه میکنند متاسفانه البته از نظر ما خوشبختانه نیروهای خودسر با بی می میگویند به ما مربوط نیست و پس از اعتراض دو آمر به معروف دو نفر بسیجی را به زور داخل کلانتری میکشن شروع به ضرب و شتم شدید آمران میکنند. البته با تو ما شنیدیم که در ماتت این عزیزان فرو میکنن و دیگه براشون الان الان تفلکی الان, الان نمیتونن بشینن حتی انقدر که این ماتت قشنگ دیگه با باتوم دیگه حسابی از خجالتشون در اومدن میگه متاسفانه ماجراهای شبیه این چندین بار در همین کلانتری رخ داده است درود به شرف کلانتری 11 بروجرد میگه این اقدامات علاوه بر سرخورده کردن مؤمنان ای من ببخشید سک شاشید به مؤمنان رشادت های نیروی انتظامی رو در اختشاشات زیر سوال میبرد ببین ما از روز اول گفتیم بخش جدی از نیروی انتظامی خسته شده از بازی هجاب و اینا شما نیروی انتظامی رو بیابرو کردید با گشت ارشاد نیروی انتظامی برای یک حقوق بسیار ناچیزی اومده داره کار میکنه شما این بدبخت نیروی انتظامی بیا دنبال هجاب بازی شما بعد میگه ما سرخورده میشیم ما نیروی مومن آقا شما نیروی مومن باید آدم بشید چقدر فوزولی میکنی تو زندگی مردم دیگه با توجه به روی کرده انقلابی سر... سع... تهدار را دار درست بگیم سردار که کس کس سر داره که کار درست میکنه کسی که سرش تو شورت مردمه تحت داره آقای رادان فقط سرش تو شلوار و شلوارک و شورت مردمه آقای رادان تو قسمت تهدانی کار داره برای همینشون تحت داره ببین من با استدلال بهش میگم تهدار دار رادان مثلا چیز نیستش که بخویم چون این آدم همش دنبال پوشش مردم و چه میدونم شلوار دختر پسر هست و ایشون بهش شلوارشون تنگه تنگ نیست پاره است پاره نیست ته داره با ته ما کار داره بس با توجه به روی کرده انقلابی ته دار رادان و شورای عالی امنیت ملی انتظار می روی. شورای عالی امنیت ملی چرا خاک بر به جایی که از جان این آقای کی بود که دانشمند هستیمون فخری بود چی بود اون بنده خدا فخیم زاده فخری زاده از جون اون بخواد محافظت کنه درگیر حجاب مردمه همین میشه دانشمندان هسته ما رو ترور میکنن دیگه چون شورای عالی امنیت ملی نیست شورای عالی امنیت تحت قصد تحتانی ملت است برای همین شما دانشمند هسته رو ترور میکنن برای که نمیتونی تامین امنیت کنی تامین امنیت درگیر حجابه میگه با توجه به رویکرد انقلابی تحتدار را دامت شورای عالی امنیت ملی انتظار رود. این اتفاقات تالخ از سوی برخی نیروهای خودسر با ورود قاطع و برخورد بدون مماشات نیروی انتظامی مواجه بشود. منبع کانال بورجرد ایتا. ای ای خب اینا حالا شما صورت این سرباز و پلیس هم گذاشتی اینا جرم قربنتون برم و دارید علیه معمول قانون که وظیفه خودش رو انجام داده خط نشون میکشه این اتفاقات داره جدی رخ میده بخش جدی از من یه خبرهای جدی تری هم دارم بدنه ای از سپا رفت که دیداری داشت با آقای خامینه ای رسما به آقای بدنه از سپا حتی میتونم بگم کدوم تیف حالا توی برنامه شاید این قضیه رو باز کردم بلند شدن رفتم پیش آقای خامنه ای گفتم ما دیگه هزینه نمیدیم حتی بدنه ای هم که مدافع حجاب مثل قانی و سلامی اینام فیتیلر رو یه خورده کشیدن در عمل پایین حالا تو هفت نه ولی تو عمل کشیدن پایین یعنی سپایی ها به این نتیجه رسیدن دیگه نمیتوانند و به صرفه نیست برای مسلحت نظام برای حجاب بخوان هزینه بدن جریان آمر به معروف با برگزاری تظاهرات و غیره یک پالس بسیار مثبتی داد به نظام که حالا امروز هم برنامه داریم که تعدادشون خیلی کمه یعنی حضور اندک نیروهای مدافع حجاب هجباری و الان البته خب دارن تلاش میکنن بعد از آبروریزی تجمعات کوچکی که داشتن دارن تلاش میکنن از سر تا سر ایران در تهرانی که خودش 15 میلیون شبا میخوابن و در روزا 19 میلیون به هر حال هستن در تهران 100 هزار نفر رو جمع کنن در استادیوم آریا مهر اونم برای 22 تیر این نشانه شکست دیگه چون از همه شهر اگه اصلا میگفت آقا 100 هزار نفر از خود تهران جمع بشن یه بحث دیگه ای بود ولی چون از کل ایران دارن اتوبوس میگیرن ساندیس میگیرن و هزینه حمل و نقل این بسیجی ها رو از شهرستان ها طرف شهرستانه مثلا تا تهران رو ندیده برمیگیری میگه حالا میریم هم اونجا و شهر را میبینیم هم یه چهارتا تا مرگ بر آمریکا مرگ بر بیهجاب میگوییم اینجوری ما پوی اتوبوس هم که مجانیه شام و نهار هم که میدهن پاشو بریم خالو جان اینجوری میخوام برن و از توی روستاها و شهرستانها که دیگه اونجا رو تلاش کردن نگه دارن و مغز اینها رو مذهبی نگه دارن از اونجاها با اتوبوس و با هزینه های خود نظام میخوان سر هزار جمع کنه چون آبرزی زیادی شده به هر حال نظام دوزاریش فهمیده که از همون در 11 میلیون هواداری هم که داره فقط شاید نهایتا کمتر از چند صد هزار نفر مدافع حجاب اجباری باشن برای همین نظام دیگه هزینه نمیده و این اتفاق خیلی خوبیه یه خبر خوبی بود که در کلانتری بروجرد ما شنیدیم که دو تا به معروف کتک خوردن و این اتفاق بسیار خوبیه و میگی که سرخورده میشن مؤمنان بسیار هم عالی مؤمنان نه تنها باید سرخورده بشن باید کلا خیلی چیز دیگه بشن که به یاری اهورامزدا میشن پاینده ایران و همتون به اهورامزدا ایران میسونم بدرود